جنگ لفظی مسئولان بهداشتی ایران بر سر واکسن کرونا روسی، آیا اسپوتنیک وی استاندارد است؟ از یک متخصص میپرسیم در مورد واکسن روسی چه میدانیم و بر اساس چه اطلاعاتی میشود تصمیم به خرید یا رد یک واکسن گرفت. همچنین در برنامه امشب اعدام جاوید دهقان، زندانی بلوش در زاهدان، علت افزایش اخیر اعدام ها در استان سیستان و بلوچستان ایران چیست؟ واکنش تهران به سخنان رئیس جمهوری فرانسه درباره دعوت عربستان به میز مذاکرات هسته‌ای. ایران میگوید برجام قابل گفتگوی مجدد نیست و طرفای آن هم قابل تغییر نیستند. قانون مبارزه با پولشویی رو به طور جدی ما داریم اجرا میکنیم. بنابراین برای ما بحث ایرانی و افغانی و اینا نیست. ما اصلا نمیفهمیم. غافلگیری مهاجران افغان از بسته شدن حساب‌هایشان در ایران، آنطور که مقام‌های بانکی می‌گویند با اطلاع قبلی بوده یا آنطور که مهاجران می‌گویند ناگهانی. وسده جشنی برای ظهور آتش یا بهانه‌ای برای شادمانی و همبستگی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در میانه هشدارها نسبت به یک موج دیگر شیوع کرونا، مقام‌های درمانی ایران گرفتار مشاجره تند شدند بر سر وارد کردن واکسن روسی. وزارت بهداشت به شکلی اضطراری واکسن روسی را تایید کرده و مجوز خرید آن را به شرکت‌های خصوصی داده، ولی مینو مهرز، یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، و حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفتند که هنوز به واکسن روسی اطمینان ندارند و حاضر نیستند خودشان چنین واکسنی را بزنند. کیانوش جهانپور از سخنگویان وزارت بهداشت هم به تندی جواب داده و مشخصاً به مینو مهرز گفته که ایشان شأنی برای ارزیابی واکسن‌های وارداتی ندارند. آیا برای صدور مجوز خرید واکسن روسی بر اساس نزدیکی سیاسی تصمیم گرفته شده؟ بسیاری از چهره‌های شناخته شده ایرانی از اهالی سیاست گرفته تا ورزشکاران و هنرمندان در کنار کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار خرید واکسن شدند. ولی منظور آنها همین واکسن روسی است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرنوش امیرشاهی. یکی از استان‌هایی که به شدت علائمی ما داریم درش می‌بینیم که باید پروتکل‌ها را خیلی تشدید بکنن، استان هرمزگان هست. هشدار شروع موج جدید کرونا در ایران. استان یزد یکی از استان‌هایی هست که به صورت خیلی ملایم، البته با حالت افزایش یابنده، میزان بستری بیماران داره افزایش پیدا می‌کنه و نیاز دقت بالایی هست. خراسان شمالی هم باز به همین صورت. با شناسایی مواردی از ویروس جهش یافته، حالا شواهدی از رشد تصاعدی میزان سرایت کرونا مشاهده شده. با اینکه زنگ هشدار به صدا درآمده، اما هنوز خبری از واکسن کرونا نیست. گفته شده واکسن تولید داخل دست کم تا پایان بهار قابل عرضه نیست. واکسن‌های وارداتی دیگر هم هنوز معلوم نیست از چه شرکت‌هایی خریداری می‌شوند. فعلاً واکسن روسی اسپوتنیک وی تنها گزینه است که اولین محموله آن به گفته سفیر ایران در روسیه قرار است تا 16 بهمن وارد شود. اما حرف و حدیث درباره استاندارد بودن آن زیاد است. بسیاری از مقام‌های بهداشتی از تایید نشدن این واکسن در مراجع بین‌المللی معتبر ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز با دفاع از واکسن کوبایی گفته او هم واکسن روسی نخواهد زد. حسین علی شهریاری پیشنهاد داده اول مسئولان واکسن بزنند، بعد اگر عوارضی نداشت برای مردم استفاده شود. پیش از او مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی واکسن‌های کرونا ایرانی، گفته بود حاضر نیست واکسن روسی تزریق کند. اما کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، نظر مخالفان را قبول ندارد. او گفته خانم مهرز اصلا شانی برای ارزیابی واکسن‌های دیگر ندارد، چون مرجع تایید واکسن به گفته او سازمان غذا و داروست.
مردم مدت هاست که منتظر خرید و تهیه واکسن قابل اعتماد و مورد تایید نهادهای بین المللی هستند. هشتگ واکسن بخرید مرتب در شبکه‌های اجتماعی داغ شده و امروز هم وریا غفوری، بازیکن تیم ملی فوتبال، در اینستاگرامش با اشاره به مرگ مهرداد میناوند از کرونا خرید واکسن را مطالبه عمومی دانسته. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. موضوع واکسن کرونا در ایران با این سخنرانی آیت الله خامنه‌ای پیچیده شد. هرچند که بعدتر دولت وعده داد تلاش می‌کند از همه راه‌های ممکن واکسن وارد کند. 16.8 میلیون دوز واکسن از کوکس پولش هم دادیم خریدیم. همزمان داریم با 3 کشور دیگری هم مثل چین، هند و روسیه که واکسن های اینها در کشورهای مختلف الان داره استفاده میشه، داریم با اینها مذاکره میکنیم. وعده ای که هنوز محقق نشده. ایران میگوید یکی از موانع موجود تحریم ها علیه این کشور است. ما تنها بودیم، کسی به ما کمک نکرد، ما رو یاری نکرد. همین الان هم که ما میخواییم واکسن تهیه بکنیم با چه سختی ها، با چه مشکلاتی، عبور از پیچ های مختلف. دنیا که اینجوری نیست، دنیا بانکش آزاده، پولش آزاده، معاملاتش آزاده، روابطش روابط معمولی است. ما خب با یه مشکلات ویژه‌ای مواجه هستیم. ادعایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی رد می‌کنند و می‌گویند دارو و واکسن کرونا از تحریم معاف هستند. حالا در شرایطی که نشانه‌هایی از موج تازه‌ای از کرونا در ایران دیده شده، سردرگمی و اختلاف نظر در تهیه واکسن نگرانی‌ها را برای مقابله با ویروس جهش‌یافته بیشتر کرده. معلوم نیست با تعلل ایران در شروع واکسیناسیون عمومی، سایه تهدید کرونا کی از سر مردم برداشته خواهد شد. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. دکتر محمد جواد امان، پژوهشگر بیماری‌های عفونی از مریلند آمریکا با ما هستند. آقای دکتر، در مورد خرید واکسن روسی چه فکر می‌کنید؟ چقدر اصلا در موردش اطلاعات هست؟ بله، ببینید، در مورد هر واکسنی شما باید اول 3 تا نکته مهم رو بدونید. یکی اینکه تکنولوژیش بر اساس چیه و مزیت‌ها و چالش‌های اون تکنولوژی چیه. دیگه اینکه از نظر عوارض جنبیش چه اطلاعاتی وجود داره که این رو توی فاز 1 و 2 کارآزمایی بالینی مطالعه میکنن. و بعد اینکه اثر بخشیش داره، یعنی که میتونه جلوی بیمار شدن مردم رو بگیره یا نه، که اونم تو فاز 3 مطالعه میکنن. بدون این اطلاعات نمیشه قضاوت کرد در مورد یک واکسن. الان اطلاعاتی که وجود داره از نظر ایمنی، اینها یک آزمایشی انجام دادن در یک تعداد محدودی و نتایجش هم اعلام شده در مورد واکسن روسی اسپوتنیک. و به هر حال اون یه مقدار عوارض جنبی داره، ولی عوارض جدی شدیدی گزارش نشده در موردش. اما اینا آزمایشی توی جمعیت کوچیک. مسئله تکنولوژی این واکسن بر اساس یک ادنا ویروس، یه ویروس سرماخوردگیه که روی اون به اصطلاح پروتئین کرونا رو سوار کردن. این ادنای 26 دوز اولش و بعدش هم ادنای 5. علتی که این مهمه اینه که در مورد ادنای 5 نگرانیایی وجود داره، از این جمله این که مردم خیلی آنتیبادی دارن علیه ادنای 5 و این ممکنه که یا اینکه واکسن رو خونسا کنه یا اینکه خود اون ترکیب آنتیبادی با واکسن ممکنه عوارض جنبی ایجاد بکنه که باید به دقت مطالعه بشه. علاوه بر اون، ادنای 5 قبلا به وسیله شرکت مرک برای واکسن HIV مورد استفاده قرار گرفته و برعکس انتظار باعث شده بوده که تعداد ریسک گرفتن HIV بالا بره، برای اینکه به جایی که بیادش پایین، و از این جهت هم نگرانی جدی وجود داره. پس اینها باید پاسخ داده بشه. بعد مسئله اثر بخشی واکسن هستش. ما تنها چیزی که میدونیم در مورد اثر بخشی اسپوتنیک این هستش که یک اطلاعیه مطبوعاتی در نوامبر و یک اطلاعیه مطبوعاتی در 14 دسامبر اومده بیرون از این و هیچ گونه جزئیاتی توش وجود نداره. ولی تو اون اطلاعیه ها ادعا میشه که 90% اثر بخشی داره، ولی جزئیات معلوم نیست و ما منتظر هستیم که اون جزئیات بیاد بیرون و ممکنه هم بیاد به صورت یک مقاله علمی بیرون و بعد بشه بر اساس اون قضاوت کرد. علت اینکه این جزئیات مهمه اینه که بدون دونستر اونها نمیتونید بفهمید که واکسن واقعا کار میکنه یا نه.
شما میتونید با یک طراحی غلط یک مطالعه کلینیکی در واقع یک واکسن رو کار نمیکنه رو به شکلی نشون بدید که گویا داره کار میکنه. این رو فقط موقعی که جزئیات نتایج این مطالعه رو بدونیم میتونیم بفهمیم. مسئله دیگه مسئله این به اصطلاح موتاسیونای جدید هست که اون در مورد اونم نمیدونیم که این واکسن تا چه اثر بخشی خواهد داشت. برداشت من اینه که به عنوان یک پزشک اگر به شما مراجعه بکنند شما احتمالاً واکسن اسپوتنیک وی روسیه رو تجویز نمیکنید. اولا من کارم پزشکی نیستش و کار من میکروبیولوژی و تحقیق هست، اما بر اساس اون چیزی که من میدونم در حال حاضر بدون وجود اون اطلاعات کار درستی نیستش که این واکسن رو کسی استفاده بکنه، اما این به این معنی نیست که اون اطلاعات وجود نخواهد داشت. ممکنه که بیاد بیرون و بعد میشه دقیقاً اون رو مطالعه کرد و بر اساس اون تصمیم گیری کرد. خیلی از واکسن هایی که تولید شدن واکسن هایی هستن که هنوز این اطلاعاتی که شما بهشون اشاره کردید کم یا زیاد منتشر نشده. مثلا در مورد واکسن چینی هم گفته میشه که اطلاعات خیلی زیادی در دست نیست، یا موارد دیگه. دیروز مثلا دو تا واکسن تازه تولید شد که خیلی از کشورها هم سعی کردن اون رو پیش خرید بکنن، یکیش مال شرکت جانسون اند جانسون بود و یکی دیگه اش هم مال نوو وکس. آیا در مورد بقیه هم باید به همین شکل احتیاط کرد یا چون حساسیت وجود داره روی روسیه؟ نه ببینید، این نباید ربطی داشته باشه به نظرات سیاسی افراد نسبت به یک کشور یا کشور دیگه. معیارهای این معیارهای جهانی هستش که تثبیت شده در طول سالیان. باید اون اطلاعات یعنی نتایج مطالعه کلینیکی فاز 3 بیاد بیرون، بررسی بشه و بر اساس اون تصمیم گرفته بشه که آیا واکسن داره درست کار میکنه یا نه. اطلاعات در مورد اون واکسن ها یا اومده بیرون یا در مورد این دو مورد اخیر در چند هفته آینده جزئیاتش میاد بیرون. در مورد مدرنا و فایزر و استرازنکا این اطلاعات اومده بیرون و تمام جزئیات هست. شما میدونید میتونید بفهمید که توی افرادی که اون واکسن رو گرفتن چند نفر سردرد گرفتن، چند نفر تب کردن، چند نفر مشکل دیگه ای پیدا کردن، چه تعداد از افرادی که توی این گروه واکسن بودن یا گروه پلاسیبو بودن بیماری های زمینه ای داشتن. تمام اینها در مورد تصمیم گیری مهمه. بر اساس یک اطلاعیه مطبوعاتی نمیشه تصمیم گیری کرد. البته در مورد جانسون اند جانسون و نوواکس هم در حال حاضر فقط یه اطلاعیه مطبوعاتی، ولی گفتن که در دو هفته آینده اینها به اصطلاح تقاضای خودش رو به FDA میدن. اون تقاضا شامل صدها صفحه اطلاعات خواهد بود که متخصصین میتونن نگاه بکنن و قضاوت کنن و بعد که FDA میاد این رو بررسی میکنه، این جلسه بررسی اون هم به صورت علنی هست و عموم مردم میتونن نگاه بکنن. این شفافیت برای ایجاد اطمینان نسبت به واکسن فوق العاده مهمه. این شفافیت بازم من از حرفای شما اینطور میفهمم که در مورد واکسن های وجود داره که اتفاقا اون واکسن ها در ایران ممنوع شده وارداتش. ظاهرا اینطور هست. بسیار ممنونم، متشکرم از محمد جواد امان، پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند آمریکا با ما. در ایران جاوید دهقان زندانی بلوچ صبح شنبه در زندان زاهدان اعدام شد. اتهام او محاربه بود. عفو بین الملل گفته حکم او بر اساس اعترافاتی صادر شده بود که تحت شکنجه از او گرفته شده. دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هم دیروز خواستار توقف اعدام او شده بود. اخیراً چند زندانی بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر گفته که در یک ماه و نیم گذشته ایران دست کم 28 نفر از جمله چند نفر از اقلیت‌های قومی را اعدام کرده. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از لندن با ما هستن. آقای دوشوکی، مقام های قضایی گفتن که جاوید دهقان عضو گروه مسلح بوده در یک شبیخون مسلحانه که به کشته شدن دو مأمور سپاه منجر شده نقش داشته. چه اطلاعاتی در مورد آقای دهقان هست؟ واقعیت اینه که ایشون چند سال پیش دستگیر شدند و دادگاه ایشون همیشه مخفی بود طبق روال همیشگی. متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان عدم شفافیت در رسیدگی پرونده به بخصوص در مورد اونهایی که جمهوری اسلامی اونها رو متهم میکنه به محاربه بر علیه جمهوری اسلامی یا همکاری با گروه‌های مسلح. به همین دلیل واقعیت اینه که ایشون نه یک دادگاه عادلانه داشتن، حق
دسترسی به وکیل نداشتن و اتهاماتی رو که جمهوری اسلامی به خصوص نهادهای امنیتی مثل سپاه بر علیه ایشون گذاشت. ببینید در استان سیستان و بلوچستان وقتی سپاه یا نهادهای امنیتی شما رو به چیزی متهم میکنن دیگه کار تمومه، این هیچ گونه دادرسی وجود نداره و متاسفانه ما دیدیم که در عرض چند هفته گذشته در بین اون 28 نفر که شما اشاره فرمودید حداقل 16 نفر از اونها بلوچ بودن که متاسفانه این روند اعدام بلوچا در ایران ادامه داره و من فکر کنم در طی روزهای آینده باز هم ما شاهد خواهیم بود که بلوچا چه در زاهدان چه در اصفهان یا مشهد باز هم اعدام خواهند شد و این سیاستی است که جمهوری اسلامی در رابطه با اقلیت‌ها و گروه‌های اتنیکی چه در بلوچستان، کردستان، خوزستان در راستای تک‌صدایی و رعب و وحشت ادامه میده. چرا فکر میکنید که چرا باید انتظار داشت که اعدام‌های بیشتری انجام بشه؟ ببینید من اگه بخوام جواب این سوال شما رو بدم باید به 5 مورد مشخص اشاره کنم. این سیاست چماق و هویج یعنی تهدید و تحبیب یا تطمیع 5 دلیل داره. یکی اینه که اینا میخوان علمای اهل سنت رو خونسا کنند و اونا رو همراه کنند با حکومت. به همین دلیل در طی ماه‌های گذشته حکم حکومتی به بیش از 150 نفر از امامان جمعه اهل سنت داده شده، در صورتی که امامان جمعه اهل سنت نباید حکم حکومتی از ولی فقیه اهل تشیع دریافت کنند. ولی این کار رو کردن. به همین دلیل 2 روز پیش علما و مدیران مدارس دینی اهل سنت در نامه‌ای به حسن روحانی در این مورد شدیداً شکایت کردند و گفتن نباید با دادن پول به امامان جمعه اهل سنت حکومت در امور اهل سنت دخالت کنه. مسئله دوم ایجاد یا گسترش پیشگیرانه رعب و وحشت برای هر گونه مخالفت یا مخالفین در استان سیستان و بلوچستان هست. مسئله سوم بقیده من راهبردی و استراتژیک هست که زمینه سازی میکنن برای تقسیم استان در دولت بعدی. به همین دلیل در همین دوره انتخابات گذشته مجلس ما میبینیم که 4 نماینده شیعه سیستانی انتخاب شدن، در صورتی که اکثریت قاطع مردم در استان سیستان و بلوچستان بلوچ و اهل سنت هستند ولی 4 نماینده بلوچ سنی هست، 4 نماینده شیعه سیستانی هست و این تقلب گستره در اون زمان اتفاق افتاد به خاطر اینکه حکومت بدون نفوذ. موارد دیگه آیه دوشوکی؟ بله. و دو مورد دیگه این که آمایش سرزمینی و تغییر بافت جمعیتی در جنوب استان زیر طرح توسعه سواحل مکران هست و مسئله پنجم هم همون سرکوب مستمر اهل سنت و گروه‌های اتنیکی در این مناطق مثل بلوچستان، کردستان، خوزستان هست. آقای دوشو که کمپین‌های راه افتاده بود در گذشته مثل کمپین اعدام نکنید، اینا مثل اینکه چندان مؤثر واقع نشده، اینطور فکر نمی‌کنید؟ ببینید جمهوری اسلامی همیشه الان هم ما می‌بینیم که گروه‌های مختلف رو اعدام، افراد مختلف رو اعدام می‌کنه تحت عنوان اینها مثلا محارب بودند یا ایجاد رعب و وحشت می‌کردند و اون رو مصداق فساد فی الارض می‌دونه. در واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در تعامل یا تحریک یا سرکوب مخالفین خودش دقیقاً همین ایجاد رعب و وحشت رو از طریق اعدام و زندان و شکنجه داره. به همین دلیل متاسفانه این جمهوری اسلامی هیچ گونه وقت خب ما یعنی هیچ گونه اهمیتی به این به اصطلاح کمپین‌های مختلف در مورد همین فرد که اعدام شد آقای جاوید دهقان، خب کمیسیونای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، همه سازمان‌ها از جمهوری اسلامی خواستن که اعدام نکنن ولی جمهوری اسلامی گوشش به این حرفا بدهکار نیست و تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده و انجام داده و قابلیت اون رو داره همین اعدام است. یعنی اعدام شناسنامه و مشخصه جمهوری اسلامی برای ادامه حیات هست و متاسفانه همون گونه که من سال هاست که میگویم مردم استان سیستان و بلوچستان به خصوص بلوچای اهل سنت در اون منطقه مظلومترین قربانی این سیاست سرکوب در کشور ما بوده و هستن و بقیده من این ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هم به سازمان‌های بین‌المللی، به گروه‌های حقوق بشر و غیره هیچ، حتی به علمای اهل سنت که دیروز نامه نوشتن، خود دیروز مولانا عبدالحمید در امام جمعه زاهدان هم به این مسئله اشاره کرد که نباید مسائل را در استان سیستان و بلوچستان، حتی مسائل مسجد و غیره رو
به اصطلاح امنیتی و سیاسی کرد، اما متاسفانه جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه بده. نکته آخر هم اینه که ببینید برخلاف گذشته موقعی که جیش العد یا مثلا در گذشته جندالله عملیات انجام میدادن، جمهوری اسلامی انتقام جویی میکرد و اعدام میکرد. اما الان یک ساله که جیش العد هیچ گونه عملیاتی انجام نداده، اما باز هم جمهوری اسلامی این انتقام جویی را ادامه میده. ممنونم از عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان. ایران میگوید برجام قابل مذاکره مجدد نیست و طرفهای آن هم قابل تغییر نیستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواسته از اعلام موضعی شتاب زده خودداری کند. این سخنان واکنشی است به گفته‌های دیروز امانوئل مکرون که خواسته قدرت‌های منطقه از جمله عربستان سعودی در مذاکرات احتمالی آینده درباره برنامه هسته‌ای ایران مشارکت داشته باشند. در همین حال مقام‌های دولت جدید آمریکا گفتند آماده بازگشت به برجام هستند، اما فقط در صورتی که تهران به تمام تعهداتش در برجام بازگردد. جورج ملبرینو خبرنگار ارشد لوفیگارو از پاریس با ما هستند. آقای ملبرینو، چرا فرانسه روی حضور عربستان سعودی در گفتگوهای اتمی با ایران تاکید دارد؟ In fact, it's quite surprising because خیلی عجیب هست. این درخواستی که فرانسه به عمل آورد، این حرفی که امانوئل مکرون زد، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. برای اینکه ما همین امروز دیدیم ایران گفت نه، روسیه و چین هم خواهند گفت نه. برای همین فرانسه و امانوئل مکرون هم اینو پیشاپیش می‌دونستند. بنابراین سوال اینجاست که چرا به ناگاه فرانسه یه دفعه داره به طرف عربستان سعودی متمایل میشه. چند دلیل رو میشه متصور شد. اولین دلیل مثلا میتونه این باشه که فرانسوی ها مثلا به دنبال این هستن که روابط اقتصادی خودشون رو با عربستان بهتر بکنن، با کل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، چرا که همونطور که میدونین یکی از شرکای اقتصادی اصلی فرانسه در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند. رابطه بن سلمان و امانوئل مکرون طی 3 سال گذشته خیلی خوب نبوده، ولی این احتمال هست که چند تا از وزرای فرانسوی به عربستان سعودی سفر بکند. علاوه بر اینها همیشه هم اینجوری بوده که در نخست وزیری فرانسه، در بخشی از لایه‌های هیئت حاکمه فرانسه، احساسات ضد ایرانی وجود داشته. ما دیدیم که وزیر خارجه فرانسه گفته بود که ایران باید از ماجراجویی تحریک دیگران دست برداره. فرانسه گفته بود که ایران باید پیش قدم بشه برای بازگشت به برجام. به نظر من تمام این دلایل میتونه توضیح بده که چرا فرانسه اون موضع‌گیری رو کرد. ولی راستش رو بخواین خیلی عجیب بود حرف فرانسه و غیر منتظره، چون نه بریتانیا و نه آلمان چنین حرفی رو نزدند که فرانسه زدند. برای همین بیشتر فکر کنم که یک خوشخدمتی سوری برای عربستان بود کاری که فرانسه کرد. بیشتر از بریتانیا و آلمان فرانسه تاکید داره، حساسیت نشون میده در قبال مسائل ایران. دلیل این حساسیت چیه؟ همونطور که من به شما گفتم، ما تا الان نقش ما فرانسوی ها نقش پلیس بد رو بازی کردیم. ایاتون باشه در سال 2015 که مذاکرات هسته‌ای شروع شد که بعد به توافق هسته‌ای منجر شد، آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه همین نقش پلیس بد رو بازی میکرد. خیلی موضع سرسختانه‌ای داشت و میگفت که ما باید در مذاکرات با ایران سرسختانه برخورد بکنیم. برای همیشه این حس در فرانسه وجود داشته که در زمینه بحث تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای که می‌تونه منجر به ساخت سلاح هسته‌ای بشه، در فرانسه این مخالفتی وجود داشته باشه. یک موضع سنتی هستش. بعد هم بعد از که امانوئل مکرون رئیس جمهور شد، دیدیم که زنگ زد به حسن روحانی و سعی کرد که مثلا میانجیگری بکنه بین دونالد ترامپ و حسن روحانی. و در مبارزات انتخاباتی خودش هم امانوئل مکرون گفته بود که ما باید میانجیگری بکنیم در خاورمیانه، ما نه باید طرف شیعه ها باشیم نه طرف سنی ها. برای همین رابطهش با روحانی خوب بود.
خوب هست. چندین بار به روحانی زنگ زد در راستای همین ایفای نقش میانجیگرانه. یادتون باشه در سال 2017 آقای ظریف یه سفری به ژنو کرد، خیلی ها براشون سفر جالبی بود، به خاطر این بود که فرانسه خیلی از ایران خواست که این سفر رو انجام بده. در نهایت اون ابتکار فرانسه جواب نداد، اما این حس به هر حال در بین فرانسوی ها بود که بالاخره ما هر جور شده باید یه نقش میانجیگری رو بین ترامپ و ایرانی ها که با هم حرف نمیزنن ایفا بکنیم. برای همین خیلی غیر منتظر است که الان فرانسه یادش میره اون نقشی رو که میخواست ایفا بکنه، اون نقش سنتی به عنوان یک کشور میانجیگر، و حالا داره قشنگ جانبداری میکنه از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، همینطور از اسرائیل. دلیلش هم اینه که فرانسه میدونه که دولت بایدن و همینطور حکومت ایران واقعا احتیاج ندارن به فرانسه برای اینکه بیان برگردن با هم دیگه مذاکره بکنن. واقعا الان مشکل از این هست که ایران، مشکلی هستش که ایران با آمریکا داره و اینا مسئولان مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی با هم دیگه خودشون همدیگه رو خوب میشناسن و ساعت‌ها با هم دیگه مذاکره کردن. برای همین نه ایران و نه آمریکا احتیاج به فرانسه ندارن برای بازگشت به برجام، ولی به هر حال برجام میخواد اصلا فرانسه شاید هم اصلا کرسی نداشته باشه در مذاکرات آینده، امیدوارم داشته باشه، اما به هر حال شاید این دلیلی باشه که فرانسه انقدر میخواد طرف عربستان رو بگیره یا طرف کشورهای حوزه خلیج فارس. ممنونم از جورج مالبرونو، خبرنگار ارشد فیگارو از پاریس با ما. فرهاد رضایی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ایران و همینطور مدرس رابط بین الملل در دانشگاه یورک از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای رضایی شما چی فکر میکنید؟ دلیل با میهمان قبلی که صحبت میکردیم منتقد دولت فرانسه بود، چرا دولت فرانسه به این شکل در زمینه برنامه اتمی ایران عمل میکنه؟ سلام بر شما آقای موسوی عزیز. ببینید من فکر در درجه اول بگم که کاملا واقعا مشخص نیست که چرا فرانسوی ها لحنشون رو در رابطه با برجام به این شکل تغییر دادن، اما این تغییر لحن از طرف دولت فرانسه که به طور معمول یه جورهای جانب جمهوری اسلامی رو گرفتن، حداقل در دوره ترامپ، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول اینه که ببینید آقای ماکرون میخواد در واقع یه پیام، یه سیگنال به دولت بایدن بفرسته که نمیخواد فرانسه در دور جدید مذاکرات کنار گذاشته بشه و دولت بایدن اونها رو نادیده بگیره. دلیل دوم احتمالاً پای مسئله اقتصادی در میان باشه. احتمالاً سعودی‌ها قول‌های اقتصادی به فرانسه دادن، مثل خریدهای تسلیحاتی یا قراردادهای پرسود دیگه. مخصوصاً الان که این مسئله شهر سبز مطرح شده که ظاهراً آقای بن سلمان میلیاردها دلار قراره توی این پروژه سرمایه گذاری بکنه، و اینکه در واقع می‌دونیم که آقای بن سلمان در واقع در بستن قراردادهای کلان نظامی تسلیحاتی خیلی دست و دلباز هستش و این می‌تونه یک عاملی باشه برای تغییر نگاه فرانسه. دلیل بعدی که من فکر می‌کنم خیلی مهمتر هست، مسئله تغییرات ژئوپلیتیک تو منطقه خاورمیانه هستش. ببینید ترامپ باعث شده که در واقع باعث تغییرات بنیادینی تو منطقه خاورمیانه شده، و این توافق جدید بین عرب و اسرائیل، توافق ابراهام، توافق ابراهیم، خیلی معادلات خیلی ها رو برهم زده و این تغییرات تقریبا میشه گفت که تماما به ضرر ایران بوده، و احتمالا فرانسوی ها به دنبال این هستن که در این تغییرات گسترده در منطقه خاورمیانه با فروش تسلیحات مثلا به عربستان سعودی، به مصر و به امارات سود کلانی به دست بیارن. دلیل بعدی این هستش که احتمالاً فرانسوی‌ها فکر می‌کنن حتی اگر تحریم‌ها روی جمهوری اسلامی برداشته بشه، ایران تبدیل به یک بازار پرسود و باثبات برای سرمایه‌گذاری نمیشه. به دلیل فعالیت‌های سپاه پاسداران، به دلیل ناامن کردن منطقه خلیج فارس، توقیف کشتی‌های خارجی به سبک دزدای دریایی سومالی، و به دلیل همین مسئله مخالفت تندروها توی جمهوری اسلامی با مسئله کنوانسیون FATF، بنابراین طبیعیه که فرانسه مثل هر کشور دیگه‌ای به این نتیجه برسه که سرمایه گذاری تو کشوری که ثبات سیاسی نداره عملاً بیفاید است. دلیل کمتر مهمش در واقع میتونه دلیلی که اهمیت کمتری داره اینجا در تغییر لحن آقای ماکرون این هستش که در واقع هم جمهوری اسلامی هم ترکیه اینها به سیاست‌های در واقع آقای ماکرون انتقاد کردن در رابطه با مبارزه با بنیادگرایی. شاید این مسئله رو ذهن آقای ماکرون تاثیر گذاشته و الان به این شکل داره جبران میکنه. از حرفای شما اینطور فهمیده میشه که اصلا فرانسوی ها میخوان چوب لای چرخ گفتگوها بگذارن؟
تصور من برای این است، میگم به طور قطع ما نمیتونیم دلیل بفهمیم که واقعا دلیل آقای مکرون چی هست. اگر موضوع سیگنال فرستادن به دولت بایدن باشه، خب این میتونه با چیز آقای با تغییر جهت آقای بایدن میتونه فرانسوی ها هم میتونن لحنشون رو یه مقداری معتدل بکنن، اما اگر موضوع همون تغییرات ژئوپلیتیک تو منطقه خاورمیانه باشه، من فکر میکنم که آقای مکرون به همین سبکی که جلو داره میره به این سبک جلو خواهد رفت، سیاست های تندتری نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد. دولت قبلی آمریکا چندان برای نظرات اروپا اهمیتی قائل نبود در زمینه ایران. اروپایی ها تأکیدشون این بود که باید دولت آمریکا در برجام باقی بمونه. آیا آقای بایدن هم همون از نظر شما راه رو خواهد رفت؟ آیا آقای بایدن هم با توجه به این واقعیت جدیدی که شما گفتید دولت قبلی در خاورمیانه شکل داده، اون مسیر رو ادامه خواهد داد؟ ببینید، گروه های جدیدی در دولت آقای بایدن هستن. یه گروه هستن که همون افرادی هستن که در دولت آقای اوباما بودن، مثل خانم وندی شرمن و جیک سالیوان. اینها افرادی هستن که خواهان بازگشت بدون قید و شرط ایالات متحده به برجام هستن. اما یه گروه دیگه، یه گفتمان دیگه در دولت بایدن هست که آقای بلینکن در واقع معرف این گفتمان هست و اینه که در واقع برجام دشمنهای زیادی داره و نباید به این راحتی به جمهوری اسلامی امتیاز داده بشه و موارد دیگه باید به برجام اضافه بشه و در واقع راه های جمهوری اسلامی برای رفتن به سمت سلاح هسته‌ای رو به طور جدی باید بتونن بلاک بکنن. حالا این که کدوم یک از این گفتمانها در نهایت برنده بشه، این رو فعلا باید به دست زمان بسپاریم، اما موضوع فشارهای اسرائیل رو هم فکر میکنم نباید نادیده گرفت. به احتمال زیاد دولت بایدن هم در واقع خیلی فلکسیبل نخواهد بود در رابطه با موضوع برجام. بسیار ممنونم از شما فرهاد رضایی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در هفته‌ای که گذشت به 5 کشور سفر کرده. 3 کشور منطقه قفقاز، یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، و همینطور 2 قدرت منطقه، روسیه و ترکیه. او البته پیش از بازگشت به تهران توقفی هم در نخجوان داشت. این اولین سفر آقای ظریف به این منطقه بعد از آتش‌بس در قره‌باغ و البته اولین تور منطقه‌ای او بعد از ورود جو بایدن به کاخ سفید. سفری که ایران میگه هدف اصلی اون تقویت همکاری و ثبات منطقه‌ای با مشارکت جمهوری آذربایجان بوده. ما خوشنود هستیم که کشور و ملت برادر ما آذربایجان سرزمین‌های خودش رو به دست آورده و امروز سرزمین‌های آذری در اختیار مردم آذربایجانه. دوست داریم که کمک بکنیم که هر چه زودتر ساکنان سرزمین‌های آزاد شده بتوانند به محل اقامت خودشون برگردند. اینها خیشان ما هستند و انشالله در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. ایران در طول جنگ 44 روزه قره‌باغ تاکید بر پایان درگیری داشت، اما سمت و سوی موضع‌گیری تهران تا حدودی به نفع جمهوری آذربایجان بود، موضعی که در سخنان آقای ظریف در بدو ورودش به باکو هم منعکس شد. ارمنستان یک همسایه و دوست قدیمی برای جمهوری اسلامی هست. زمینه برای همکاری بین کشورهای منطقه فراهم، مخصوصا در حوزه اقتصادی، و این همکاری ها میتونه در واقع صلح و ثبات دراز مدت رو داشته باشه. وزیر خارجه ایران بعد از باکو و مسکو به ایروان رفت. آقای ظریف در دیدار با آرا آیوازیان همتای ارمنستانیش تاکید کرد که تمامیت ارضی ارمنستان خط قرمز ایران است. وزیر خارجه ایران غیر از این اما در ارمنستان بیشتر بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد. شاید تلاشی برای تثبیت جایگاه تهران در منطقه بعد از سرگذراندن مناقشه قره‌باغ. وزیر خارجه ایران در مسکو و آنکارا هم دیدارهایی داشت. در روسیه او با همتایش سرگئی لاوروف درباره مسائل مختلف گفتگو کرد و توافق‌نامه‌هایی هم امضا شد، از همکاری‌های اقتصادی و خرید واکسن گرفته تا توسعه نیروگاه هسته‌ای بوشهر. نام برجام هم البته بارها به زبان آمد و روس‌ها هم موضع پیشین خودشون رو در تمایلشون به بازگشت آمریکا به برجام تکرار کردند. وزیر خارجه ایران در استانبول همتایش مولود چاوشوغلو رو ملاقات کرد، جایی که
از مناقشه قره‌باغ و وضعیت سوریه و روابط اقتصادی و صادرات گاز صحبت کردند. اما شاید خطاب این سخنان آقای ظریف درباره برجام بیشتر ساکنان تازه کاخ سفید باشد. ما از نظر اعتقادی و از نظر استراتژیک سلاح هسته‌ای رو قبول نداریم. به محض اینکه آمریکا تعهداتش رو اجرا بکنه و ما نفع اجرای این تعهدات رو ببینیم، ما هم تعهدات خود رو به صورت کامل اجرا میکنیم و این در بالاترین سطح جمهوری اسلامی توسط رهبری اعلام شد. جز این شاید مهمترین مسئله سیاست خارجی ایران، همونطور که ایران تاکید داشت، محور عمده سفر قره‌باغ بود. آقای ظریف در استانبول از سازوکار شش جانبه پیشنهادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در توسعه روابط بین ایران و پنج کشوری که میزبان وزیر خارجه ایران بودن استقبال کرد. چشم امیدی به صلح پایدار در قره‌باغ و البته یافتن جایگاهی ثابت برای تهران نیازمند توسعه روابط اقتصادی. همکارم مهرداد فرهمند با ماست از نقطه دیگه در لندن. مهرداد، این از اولین سفرهای آقای ظریف به کشورهای منطقه قفقاز بود، خصوصا بعد از درگیری‌های قره‌باغ. چقدر میشه براش اهمیت قائل شد؟ این سفر نشانه ای از تلاش‌ها برای ایجاد نظم تازه‌ای یا هماهنگی و همراهی تازه‌ای در منطقه قفقاز میانه کشورهایی است که در این منطقه درگیرند. به نظر میرسه اراده‌ای وجود داره که به خصوص روسیه و ترکیه به جای اینکه در منطقه قفقاز در حالت تضاد با هم باشند، بخوان که دست به همکاری بزنند که برایشون منافع اقتصادی داشته باشه و ایران هم خواهناخواه بخشی از این همکاری میتونه باشه و خودش هم علاقه داره که بخشی از این نظم و همکاری تازه باشه. و آقای ظریف هم در همین راستا رفته به اونجا، به اینکه بعد در واقع وضعیت قفقاز پس از قره‌باغ رو در اونجا سهم ایران رو هم بتونه مشخص بکنه که نمود بیشترین نمود ملموس این سفر در همین برنامه امروزش بود که به نخجوان رفت و در اونجا چون بحث برتر این هستش که خط آهنی میان ترکیه و میان ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق نخجوان وصل بشه و ایران هم میتونه از همون طریق راه آهن خودش رو متصل کنه هم به روسیه و بعد این راه آهن حتی به جاده ابریشم آهنین هم معروف شده که حتی چین رو هم بتونه به ترکیه وصل بکنه. چشمانداز اقتصادی بزرگی در پیش هست در مورد این همکاری اگر که به این ترتیب پیش بره و آقای ظریف هم در واقع خواسته که نشون بده که این اختلافاتی که ممکنه وجود داشته در مورد مسئله جنگ قره‌باغ در میان این همه سالها قراره که اینها پشت سر گذاشته بشه و یک فصل تازه باز بشه میان این کشورها. این دیدار در حالی انجام میشه که دولتی جدید در کاخ سفید مستقر شده. به هر حال در خیلی از زمینه‌ها ایران نگاهش به اینه که روابط بعدیش چگونه خواهد بود، در چه چهارچوبی میشه تحولات این منطقه رو مرتبط دونست با آنچه که در آمریکا رخ داده. ترکیه و روسیه به طور مشخص خیلی خوشنود نیستند از اینکه آقای بایدن روی کار آمده، با توجه به اینکه سیاستشون هم در قبال هر دوی اینها پیشاپیش نشون داده و به نوعی آمریکا میخواد به دنبال محدود کردن ماجراجویی ها و توسعه طلبی های ترکیه بره و ترکیه در این میان نیازمند این هستش که بخشی از یک بلوکی بتونه باشه که از اون در اون جبهه‌ای که توش قرار میگیره بتونه با برگه هایی که در دست داره از آمریکا امتیاز بگیره یا اینکه مانع از این بشه که مانع از در واقع برنامه های آمریکا علیه خودش بشه. به همین دلیل به ایران و روسیه در این وسط نیاز پیدا میکنه. یعنی درسته که ایران از سوی به ترکیه خیلی نیازمنده، همینطور که ترکیه ایران رو کمک کرده در خصوص این سالهایی که تحریم ها بوده از لحاظ اقتصادی برای ایران خیلی مهمه، با وجود اینکه با هم تضاد منافع دارن ایران و ترکیه، از طرف دیگه با روسیه هم همینطور. یعنی این سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با اینکه لزوماً یک در واقع منافع مشترکی هم در همه جا ممکن نداشته باشند، اما به هم دیگه یک نیازی دارن برای تشکیل این بلوک در مقابل آمریکا که این تحلیلگرای کشورهای روسیه و ترکیه هم در این روزهای اخیر در خصوص همین موضوع در شبکه‌های تلویزیونیشون صحبت کردند.
از این جهت ایران برای ترکیه فرصتی است و طبیعیه که خیلی هم در واقع خوش آمد گفته شد به آقای ظریف در ترکیه و در استانبول رفت و آقای اردوغان هم دیدار کرد و این در واقع رفتی است که میشه برقرار کرد میان این سفر آقای ظریف و موضوع روی کار آمدن جو بایدن و همچنین تلاشایی که ایران داره میکنه برای احیای دوباره برجام. ممنونم از مهرداد فرهمند. در ایران بار دیگر مسدود شدن بعضی حساب‌های بانکی صدای عده‌ای از مهاجران افغان را درآورده. مسئولان می‌گویند مسدود شدن این حساب‌ها برای مقابله با پولشویی است، اما از آن طرف مهاجرانی که حساب‌هایشان بسته شده گله دارند که به موقع به آنها اطلاع داده نشده و غافلگیر شدند. بانک مرکزی به صاحبان این حساب‌ها یک ماه فرصت داده تا مدارکشان را تکمیل کنند و کد شهاب بگیرند تا حساب‌هایشان دوباره بسته نشود. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. یهو کارتامونو قطع کردن، گفتن چی بیاین درستش کنین. زندگی مهاجران افغان در ایران پر از این ماجراهای یهویی است، مثل همین بسته شدن ناگهانی حساب‌های بانکیشان در روزهای اخیر که خیلی ها را به درد سر انداخت. یکی را در صف خرید مواد غذایی و دیگری را در وقت پرداخت پول برای دارو. حالا کاش قبلش خبر میدادین، حداقل ما آواره نمیشدیم. ممکن بود یه نفر تو بیمارستان باشه. شما هم که ماشاءاللهتون باشه، چون کشورتون جمهوری اسلامیه، قبل اینکه پول بگیرین که آدمو بستری نمیکنین. اما مسئولان میگویند این بسته شدن حساب ها خیلی هم ناگهانی نبوده و بارها در یک سال گذشته به صاحبان حساب ها اطلاع داده شده تا مدارک شناساییشان را کامل کنند. و این بیانیه شورای هماهنگی بانک ها در ایران که گفته از اول امسال اقدامات متعددی برای اطلاع رسانی به مهاجران افغان صورت گرفته و علاوه بر این تاکید کرده که بسته شدن حساب های بدون هویت چیزی نیست که محدود به افغان ها باشد. موضوعی که امروز رئیس کل بانک مرکزی ایران هم بر آن تاکید کرد. ما به طور جد مصمم هستیم جلوی نقل و انتقال پول و تراکنش مالی از طریق کارت ها و افراد بی هویت جلوگیری بکنیم و قانون مبارزه با پولشویی رو به طور جدی ما داریم اجرا میکنیم. بنابراین برای ما بحث ایرانی و افغانی و اینا نیست. ما اصلا نمیفهمیم که مال کیه این کارت. ما بگیم کارتی که هویت نداره نباید تراکنش انجام بده. حرف مسئولان و مراجع رسمی به جای خود، اما دست کم در گزارش‌های رسمی و غیر رسمی در ماه‌های اخیر خبری از مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها منتشر نشده یا در شبکه‌های اجتماعی تجمع اینچنینی در مقابل بانک‌ها از مشتری‌های ایرانی ندیده‌ایم، آن هم در این روزها که ویروس کرونا از سر و کول آدم‌ها بالا می‌رود. خاطر نوبت رژیمی در سر و کله اندیان کرونا نوبتیه خداش. این صحنه ها در یک سال گذشته به تکرار دیده شده، اما دلیل این تکرار سوال بی پاسخی است. افغان ها می گویند اطلاع رسانی درست نبوده. مسئولان می گویند افغان ها تذکرهای پی در پی را نادیده گرفتند. افغان هایی هم هستند که می گویند حساب هایشان بعد از تحویل مدارک هم دوباره بسته شد. بنده فعالیت اقتصادی دارم در زمینه تولید قطعات خودرو، در قالب شرکت دانش بنیان فعالیت داریم در ایران. متاسفانه امسال من تماما درگیر آزادسازی مسدودی کارت‌های بانکیم بودم. مسدود شدن حساب‌های بانکی یکی از چندین و چند مشکلی است که مهاجران افغان با خدمات بانکی در ایران دارند. بسته به نوع مدارک اقامتی و همینطور رویه بانک‌های مختلف، محدودیت‌های دیگری هم گزارش شده. از جمله پایین بودن سقف خرید با کارت، محروم ماندن از بانکداری اینترنتی، صدور دفترچه حساب به جای کارت بانکی و بلوکه شدن بخشی از پول در حساب‌های قرض الحسنه. حساب‌های همشهری ها رو بسته کردن. به نظر میرسد برای حل تمام مشکلات بانکی حالا باید در انتظار بمانید. نقدان برای اینکه در این روزهای شیوع کرونا از نقد شدن پولتان در وقت نیاز مطمئن باشید، به این توصیه بانک مرکزی توجه کنید و پیگیر کد شهاب خود باشید. فؤاد مسیحا، بی بی سی. روزنامه اسپانیایی الموندو از بازداشت موقت ساشا سبحانی، فرزند احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا، و بررسی درخواست استرداد او به ایران خبر داده. دادگاهی در ایران آقای سبحانی را به قاچاق انسان، پولشویی از طریق سایت‌های شرط‌بندی و کسب غیرقانونی ثروت متهم کرده و از اینترپل و مراجع قضایی اسپانیا خواسته او را به ایران تحویل دهند. ساشا سبحانی از چهره‌های مشهور در بین
کاربران فارسی زبان در اینستاگرام است. پابلو ارایز، خبرنگار روزنامه الموندو از مادرید اسپانیا با ما هستند. آقای ارایز، آیا ساشا سبحانی به دلیل اتهام‌هایی که در ایران علیه او مطرح شده دستگیر شده، یا اینکه مسئله به جایی در اسپانیا برمیگرده؟ Well, this is an Interpol order. خب این یک حکم یا دستور اینترپل هست. کسانی که در ایران بودند از اینترپل خواستند که آقای سبحانی رو دستگیر بکنند. پلیس اسپانیا هم چند روز پیش این کار رو انجام داده. حالا در واقع یک دادگاه در اسپانیا باید تصمیم بگیره که آیا آقای ساشا سبحانی باید به ایران برگردانده بشه یا نه، برای اینکه او درخواست پناهندگی کرده در اسپانیا بیش از یک سال پیش، اونطور که خودش به من گفت، و او میخواد حالا دادگاه، در واقع او میخواد که دادگاه حکم بازگشت او رو برگردونه و تغییر بده. چقدر احتمال داره که دادگاه جلو استرداد او رو بگیره؟ تجربه‌ای که من دارم، فکر می‌کنم ممکن هست که این حکم بازگشت رو دادگاه رد بکنه، برای اینکه آقای سبحانی مدعی هست که دلایل سیاسی وجود داره برای اینکه اونها مسئولان ایرانی او رو خواستند. او رد کرده اتهاماتی که مسئولان ایرانی به اینترپل گفتن او انجام داده، و او احتمالاً خواهد گفت که یک روش زندگی متفاوتی داره که متناسب با روش زندگی اسلامی در ایران نیست، و به همین دلیل او خواهد گفت که نگران امنیت جانی خودش خواهد بود. بعضی وقتا دادگاه‌های اسپانیا این ادله رو پذیرفتن، بنابراین میتونم بگم که یک شانسی وجود داره که این برگرداندن اتفاق نیفته. او متهمه که سایت‌های شرط بندی رو تبلیغ می‌کرده، که این سایت‌ها بر اساس خیلی از تحقیقات مستقل کلاهبرداری می‌کردن، حساب‌های بانکی مردم رو خالی می‌کردن. رای هست که به این اتهام او در اسپانیا رسیدگی بشه؟ بعید میدونم، مگر اینکه یک تحقیقاتی در خود اسپانیا به صورت مستقل انجام بشه. برای اینکه در اسپانیا شما تنها دادگاه میتونه شما رو بابت اقداماتی که در داخل خاک اسپانیا انجام داده باشید دستگیر بکنه، مگر اینکه پلیس ایران بتونه مدارکی رو به دست پلیس اسپانیا برسونه و از اونها بخواد که تحقیقاتی رو انجام بدن. و من بعید میدونم که این اتهامات و این کارها در خاک اسپانیا اتفاق افتاده باشه. این کارهایی که ساشا سبحانی میکنه، مثلا تبلیغ سایت‌های شرط بندی یا کارهای دیگه که شما دربارش احتمالاً شنیدید، آیا اینها در اسپانیا غیر قانونیه؟ نه، در اسپانیا شرط بندی کاملا قانونیه و تبلیغات زیادی هم وجود داره که انسان‌های معروف، مثلا بازیکن تنیس ما که معروف هم از رافا نادال یا کریستیانو رونالدو، اونا هم ممکنه در تبلیغاتی برای شرکت‌های شرط بندی شرکت بکنند. ولی فکر میکنم اتهاماتی که از طرف ایران داده شده فقط مربوط به این کازینوهای آنلاین نیست. اونها میگن که آقای ساشا از این پلتفرم استفاده کرده برای اینکه افراد بسیار جوان رو از 15 ساله تا 27 ساله اونطور که این حکم میگه اونها رو گول زده و از اونها خواسته که
کارهایی انجام بدن که خلاف خواست اونها بوده، از جمله قاچاق انسان و همینطور انجام کارهایی که اونها نمیخواستن. بنابراین فکر میکنم این اتهامات چیزی فراتر از تبلیغات آنلاین باشه. در مصاحبه‌ای که سه روز پیش با ساشا داشتم، او به من گفت که او یک اینفلوئنسر بسیار معروف است و در سوشال میدیا خیلی فالوورهای خیلی زیادی داره، به همین دلیل سایت‌های شرط‌بندی از او خواستند که تبلیغ اونها رو بکنه و او تبلیغ این کار کرده. میگفت که برای 3-4 وبسایت این کار کرده ولی گفت کار دیگه ای انجام نداده. او گرداننده این صفحات شرط بندی میگفت نبوده. ممنونم از پابلو ارایز، خبرنگار روزنامه الموندو از مادرید در اسپانیا با ما. مراسم جشن سده در چند شهر ایران و جهان برگزار شد. سده مراسم ایرانی و باستانی است که از غروب 10 بهمن شروع می شود. در آغاز این جشن تل هیزومی که مردم از روزهای قبل جمع کردن رو آتش می زنند و رقص و پایکوبی رو کنار این آتش تا بامداد ادامه می دن. به همین خاطر جشن سده رو جشن همکاری و همبستگی مردم هم می دونند. زرتشتیان به ویژه در یزد و کرمان و دیگر نقاط ایران و جهان این جشن رو با شکوه تمام برگزار می کنند. فرج بالافکن گزارش می دهد. به باور ایرانیان زمانی که ایزد گرما در زیر زمین در نبرد با دیو سرماست، باید با برپا کردن آینه‌های ویژه او را یاری داد. اما درباره وجه تسمیه سده چندین تعبیر و بیان دیگر هم آمده، از جمله این که مأخوذ است از عدد 100. گویند بعد از سپری شدن 100 روز از زمستان بزرگ، مردم جشن سده برپا می کردند و به تعبیر دیگر 100 هنگام یعنی 50 شب و 50 روز به نوروز مانده. شبیه به این بزم زیبا با کمانچه علی سریری و دفنوازی عسل ملکزاده. اما به قول برخی دیگر جشن سده 40 روز پس از میلاد خورشید در شب یلدا است که در این صورت واژه سده را از معنی عدد 100 جدا کرده و به روشنایی پیوند می‌زنند. خود کلمه سده اصلا یعنی ظهور، از ریشه سر هند اروپایی قدیمه که به معنی درخشیدن و تابناک شدن و ظاهر شدنه. بنابراین جشن سده جشن یک ظهوره، از جمله یه عده گفتن ظهور آتش دیگه. گفته میشه که این جشن آتشه به خاطر اینکه آتش در این موقع کشف شده که داستانش توی شاهنامه هست. یعنی کیومرث دوتا مار میبینه سر راه خودش، سنگی پرت میکنه که مارها رو بزنه، این سنگ به سنگ دیگری میخوره، آتش میپره و خس و خاشاکی که اونجا بوده آتش میگیره و آتش کشف میشه. آنچه بدیهی است سه جشن بزرگ در ایران برگزار می شده که به ترتیب مهرگان، سده و نوروز بوده. از این رو سده بزرگترین جشن زمستان است. این جشن ها همچنان که خیلی ها توصیف کردن طوری گرفته می شد که مثل مراسم اورجی بوده، یعنی مراسم ازدواج مقدس. در منابع ایرانی اشاراتی مثلا فرض کنید که توی شرفنامه نظامی هست، مثلا میگه که به نوروز جمشید و جشن سده که نو گشتی آیین آتش کده، زهر سو عروسان نادیده شوی، ز خانه برون تاختندی به کوی. ملاحظه میکنید بحث از این است که جوانانی که ازدواج نکردن اینا از خانه بیرون میامدن. یکی از نمادهای مهم جشن سده علاوه بر روشن کردن آتش، رقص و حرکات نمایشی، نواختن ساز و خواندن سرودهای مذهبی و صد البته نوشیدن شراب است. مراسمی که اگر روزگاری به دلیل تغییر دین مردم به اسلام به فراموشی سپرده شده، اما این روزها به دلیل مقابله با اسلامگرایی بار دیگر در حال احیاست.
مثال روشن آن هم تاجیکستان است. شهزاده سمرقندی شاعر و رمان نویس تاجیک میگوید که در حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی آیین‌های ملی و مردمی زیرزمینی شده بود. چون در جشن صده آتش عنصر مهمی هست، مردم شوروی به خصوص دولت سوویت ها خیلی مخالف جشن های مذهبی بودند و جشن آتش یکی از جشن ها و مراسم های مذهبی حساب می شد. از اینجاست که بسیاری از رسم هایی که حتی جشن نباشند، حتی در روزمرگی، در مراسم های کوچک روزمره مردم باشند، ممنوع بود. من میتونم بگم که از شاهنامه خوانی ها ما از زده میدانیم، شنیدیم و 40 روز از یلدا برگزار میشه. این چیزهایی بود که پنهانی از دید دولت در زمان شوروی انجام میشد. خوشبختانه در تاجیکستان 1-2 سال هست که صده رو برقرار کردن و جشن صده برگزار میشه، از رادیو و تلویزیون هم دربارش صحبت میشه که تاجیک های سمرقند و بخارا که به تلویزیون تاجیکستان حالا تازگی ها دسترسی دارند در 2 سال آخر که روابط بهتر شده، از این طریق متوجه شدند که در تاجیکستان جشن صده برگزار میشه و جشن گرفته میشه، آهنگ و ترانه های جدیدی هم به مناسبت اون سروده میشه. پیش جهان آفرین نیایش همین کرد و خواند. آنچه مسلم است زرتشتیان با حفظ آداب و سنن خود بخشی از میراث فرهنگی ایرانیان را هم نزد خود محفوظ نگاه داشتند. نمونه بارزان هم جشن صده است. زرتشتیان نه تنها در ایران که در کشورهای جهان جشن صده را بزرگ می‌دارند. فرج بارفکن، BBC. نسخه کامل گزارش فرج بالفکن رو میتونید روی وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com آدرس ماست. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی رو روی وبسایت و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. شب و روز بر شما خوش و با سپاس از اینکه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.